ایشون همینجور که واسطه بود گلای چینی رو تماشا میکرد، یک سری گلای چینی بود از همسرمان در دیوار رو تماشا میکرد و اینا قابار رو تماشا میکرد. من از پشت سر گرفتمش با یک پشپا با صورت آمد پایین، با صورت آمد پایین و زانو چپ من گذاشتم رو پشتش تا جایی که در توان داشتم گلوش رو فشردم، بعد برگردوندمش سریعا رو سریش دو دور دور گردنش پیچیدم و گره های محکم زدم. یک سری عمو چون یکی اول بود و چادری نبود، وانتوی بود، اول قصدشون که توی باغچه حیات چالش کنم. بعد دیگه به ذهنم رسید که موکتی داشتیم توی انباری حیات، او را آورد داخل موکت پیچیدم، گذاریم بیشتر که موتور بردمش به بیرون از شهر. مانو نیستانی رو توی این جلسه جدید ما در نشر ناکجا و کتاب فروشی ناکجا توی پاریس دعوت کردیم امروز که درباره کتاب آخرشون که عنکبوت مشهد هستن بره. که به زبان فرانسه عنکبوت مشهد اسمش رو گذاشتن و ما اسمش رو ملاقات با عنکبوت گذاشتیم در نشر ناکجا. این کتاب به دو زبان همزمان منتشر شد. کتاب ملاقات با عنکبوت در واقع چهارمین کتابی هستش من در فرانسه کار کردم. یک روز تصادفاً برخوردم به فیلم مستندی از مازیر بهاری در یوتیوب به اسم و عنکبوتی آمد، درباره سعید حنایی قاتل زنجیره‌ای مشهدی که سال 1379-80 اون حدودها 16 زن رو، زنهای خیابانی رو عمدتاً در شهر مشهد به قتل رسوند. انگیزه مذهبی بود ظاهراً، اینجور ادعا میکرد و معتقد بود که داره مفسدین فعل ارض رو از صحنه روزگار محو میکنه. احساس کردم که این داستان قابلیت اینو داره که یک سری مسائل اجتماعی رو درباره وضعیت زنان، درباره حقوق زنان، درباره ارتباط جامعه با افراد، درباره رابطه با مذهب و سنت و آدم‌ها و بعضاً دروی‌های اخلاقی، وضعیت خیلی مسائل مختلف رو در خودش جمع کرد. این فقط یه داستان جنایی معمولی و ساده درباره یک سریال کیلر یا قاتل زنجیره‌ای نیست. این فیلم در ایران در شرایط خیلی سختی ساخته شده، فیلم عنکبوتی آمد. پرونده بسیار جنجال برانگیزی بوده، از این پرونده هایی بوده که خب به خاطر اینکه مقدار بار مذهبی داشته اتفاق، خیلی حکومت روش حساس بود، سعی کردن گروه های سیاسی و روزنامه های مختلف اون زمان ازش استفاده و سوء استفاده بکنن، توی سر همدیگه بزنن، تقصیر همدیگه بندازن ماجرا رو، و به خاطر همین خیلی گردش اطلاعات طبق معمول سخت بوده روی این پرونده، خیلی چیزا مخفی مونده، خیلی چیزا واقعا بروز داده نشده، این تمام چیزی نیستش از واقعیت ما میدونیم. تو یک روز تو همین انفرادی بودم 80 تا دیگر حساب که منطقه هاشون زیر نظر داشتم، فقط دنبال موقعیت بودم، شمردم که اینا رو فقط میدونستم کجای محلشون کجای اینا. بعد که اینجا یک فرصت پیدا شد تونستم سرشماری کنم، دیدم که 80 تا دیگر زنان خیابونی در نظر داشتم که حساب، فقط میخواستم، نمیتونستم یه جورم که مثلا به یک بهانه همسرم از منزل بیرون کنم اینا، فقط دنبال موقعیت مثلا فلان روز کجا یک مجلس روزه اینا که نمیخواستم برن دیگه یک فرصت بود برم. طبیعتا محور داستان و کاراکتر محوری سعید حنایی هست، دو روزنامه‌نگار هستن که باش مصاحبه رو انجام میدن، اینا شخصیت های واقعی هند. در کنارش سری شخصیت مطرح میشه، هم مثل قاضی که قاضی پرونده است، قاضی منصوری یک روحانی هست، یک آخوند هست. من خیلی تخیلی اینو تصویر کردم، بخش به خونش میرم اون رو خطاط فرض میکنم، بخش دیگه به یکی از قربانی ها میپردازه که یک فاحشه یا یک روسپی هست که در یک تن فروش هست، شب آخرش رو نشون میده تا زمانی که به دام قاتل زنجیره‌ای میفته، و بچه های اینها، بچه پسر خود آقای حنایی و پسر دختری که از قربانی ها که اینها نیمه واقعی نیمه تخیلی هستن. اگه واقعا ناظر باشن که خون بابا ما پایمال بشه، ولی خب یه چیزای جمع نشه، مجبور میشن که یا خودم یک کس دیگه باز دست به کار میشه، اینه همه باید بدونه، همه فهمش بره، همه آسونه دیگه، یا باید یه زنها جمع بشه یا باید مردان ایمان و غیرتشون زیر پاشون بذارن. من روی نسل جدید یه بخشایی زوم کردم توی داستان، روی بچه ها. اینا همون کسایی هستن که الان بزرگ شدن و
و منازعات داخل کشور رو شکل دادن. اینا همونایی احتمالاً میتونن باشن که سال 88 یک سریشون چماق گرفتن، یک سری دیگه‌اش رو کردن کتک زدن. و کتاب داره راجع به سیستمی صحبت میکنه که یک سری جلاد و یک سری قربانی بار میاره. خب فیلم مستند و گزارش گونه است، یعنی یک گزارش کاملا وفادار هست به واقعیت، خیلی آرتیستیک و هنری نیست قضیه در رپورتاج. خدمت شما هست، دنبال این مسئله بودن، اول که در کمین بودم خاطر جمع میشدم، بعد که سوار میشدم قبل از اینکه ترمز بزنم سریعا اول صحبت هایی که میشد حالا بتونم بگم خدمت شما، اول صحبت میگفت که جا داری، بعد از اینکه میگفتم که بله جا هست، بعد صحبت مبلغ میشد، بعدم سوار میشد، بعدم تو را خیلی صحبت میگفتم که شما بالاخره تو کی میخواید ادامه بدید، گفتم دیگه ما کارمون همیه دیگه، باید یک جوری بتونیم مسئله اعتیادمون حل بشه. یعنی همه اونها سرقت خاطر کسب درآمد برای اعتیادشون بود، وجود که من به صورت شناختم نداشتم، ولی از 16 نفر 14 نفرشون اعتیاد داشتن، 2 3 نفرشون همراهشون مواد بود که تو کار خرید فروش هم بودن، تو کار خود فروش هم بودن. توی اون فیلم چیزی که برای من خیلی جذابش کرد و متفاوتش کرد با سایر پرونده های جنایی از این دست، وجه اجتماعی بود که پرونده داشت و خصوصا یه بخشی هستش که فرزند قاتل ازش میپرسن که پدر چجوری قتل‌ها رو انجام میداد، و این شروع میکنه با یه بالش به جای مقتول نشون بده که چطور پدرش قتل انجام میداده، و این صحنه توی مستند انقدر تاثیرگذار بود که من پیش خودم گفتم خیلی دلم میخواد یک کتاب کار بکنم مصور و این صحنه رو دوباره میزانسن بدم و دوباره روایتش بکنم. خانم وقتی که وارد خانه ما شده سریعا بابام درم رو بسته و قفل میکرده که ایده فرار فرار نداشته بشه، قفل کرده کلید برمیداشته پول میداده به اون خانم، اون خانم هم میامده احتمالا اینجا برمیستاده در این محل، اینجا برمیستاده شروع میکرده پول شماردن، یا از اون اتاقی از پشت سر سریع با دستاش میامده از پشت گلو میگرفته و منداختش رو زمین، رو زمین که قرار میگرفته مثلا موشه رو زمین که بوده دیگه تقریبا حس ازش گرفته بوده، و چون اکثر اینا اعتیاد هم داشتن زیاد زوری نداشته، در این حالا وقتی که پاش مزشته روی گلوی ایسنا دست میگرفته رو صورتشو سریع کارشان تموم میکرده. کلن توی مدت کمتر از نیم ساعت طول میکشیده، بعد توی نیم ساعتی که میآورده تو خانه تقریبا یک ساعت و نیم دیگه هم طول میکشه که جنازه مزه، کلن 2 ساعت مهلت داشته که یک مفسد فلر زد توی جامعه نیست کنه. احساس کردم که میطلبه یک مقدار مکس بر لحظه ها و صحنه ها بیشتر باشه توی کارم، برای اینکه تا پیش از اون کارهایی که من کرده بودم معمولا خیلی یا اکشن زیاد، اکشن به این معنا که خیلی پنل ها فریم ها خیلی اکسپرسیو هن، خیلی زاویه ها مدام عوض میشه، همیشه نگرانی هستم که مثلا تو واقعی کار همیشه نگرانی هستم که تغییر زاویه بدم، زاویه یک نواخت نشه، ولی اتفاقا احساس میکنم تو این کار یک نواختی کمک میتونه بکنه. و این داستانی هستش که باید مخاطب روش مکس بکنه، میدونید ضرب آهنگ تند لازم نداره. و تصمیم گرفتم بعد از اینکه یه مقدار اتود کردم، تصمیم گرفتم که اتفاقا با اینکه داستان جنایی هست و من اصلا میخواستم یه ماجرای جنایی کار بکنم، اما خیلی و خیلی هم دوست دارم هیچکاک بار کار بکنم، زاویه‌ای چیز بدم، تعلیق ایجاد بکنم، از این کارو بکنم، ولی اتفاقا این کارو نکنم، یعنی روی خود جنایت اونقدر متمرکز نشم یا روی خشونتی که بالاخره قاتلی که 16 تا آدم رو کشته خیلی جذاب میتونه نشون باشه که آدم نشون بده چه جوری این مرحله اتفاق میفته. تصمیم گرفتم که اجتناب بکنم. الان میشه احساس ناراحتی یا گناه میکنی؟ الان که فکر میکنم که عملی انجام ندادم، کاری انجام نشده، اگه یه وقتم فکر بشم فکر زن بشم مثلا، اصلا با اینکه خودم همه چی اعتراف کردم فکر نمیکنم. الان تنها چیزی که قبلا نفرت داشتم به اسم نام قاتل، الانم خیلی احترام میدن سلام مثلا از کسی نشفتم به من میگه قاتل، ولی مثلا روزنامه میسه قاتل زن خیابونی اصلا پشتم به هم رزه، مثلا چرا اسم منو گفتن قاتل؟ خب باید به شما رو چی خطاب کنن دوستان؟ چی شما رو خطاب کنن؟ اونا یک سری اومدن اونجا محلی که اسم همه میگن اقدام علیه امنیت، ما هم گفتیم اقدام علیه زن خیابونی. ساختمان قضیه استخوان بندی ایده از کتاب از فیلم اومده بدون شک، ولی این ماجرا توی
شاید پرداختش و شرحش و همون شرح و پرداختش به تنین چیزی میتونم بهش بگم بیشتر توی کتاب انجام شده. میدونیم به عنوان مثال این ایده که ما یه قاتل زنجیره‌ای داریم به عنوان کاراکتر اصلی، اما و اون یه سری حرفا میزنه، یه سری خودش داره مدام تبیین میکنه ایده هاش و حرفاش رو، ولی در واقع قطعه های پازل اونایی هستن که اطرافش رو شکل دادن و ما اونها رو خاشور میزنیم. یعنی وقتی که شروع میکنیم که همسرش رو آشور زدن، منظورم پرداخت کردن دیگه، یعنی فستایی بهشون اختصاص دادن، قاضی رو هاشور زدن، قربانی رو هاشور زدن، اینا مجموعاً باعث میشه که اون فضای خالی بین هاشورها که خود همون کاراکتر قاتل هست بیشتر شکل بگیره و فهمیده بشه. من سعی کردم که این کارو بکنم. نمیدونم این ایده چقدر خود فیلم مستند بوده یا نبوده، این ایده بود من سعی کردم دنبال بکنم. سعی کردم مثل تیکه‌های پازل به این نگاه بکنم که کنار هم دیگه قرار میگیرن، یه تصویری از اجتماع و فضا میدن که این تصویر اجتماع و فضا البته کلیاتش در فیلم مازیر بهاری شهر داده شده و با تصویر کردن این اجتماع اتفاقا سعی کنم که قاتل هم اندکی قابل درکتر بشه. و طبیعتا برداشت من از شخصیت قاتل مقدار زیادی برداشت شخصی من هست، ممکن که این به این اون چیزی که توی فیلم میبینین حنایی اونی نباشه که عیناً توی کتاب من داری میبینین. یک نفس عمیق بود و خاطر جمع میشدم که هیچ از چی خاطر جمع بعد آروم میشدم دیگه. زمانی که روی سری بسته بودم دیگه، بعدا دیگه برام تجربه شده که دیگه واقعا اینا جون دادن اینا. فقط به غیر از یکی شانزومی نمیشد شد که به هر حال با او برنامه بازم همیشه گفتم که پشت در حیات بود، رفتم تا سر کوچه برگشتم دیدم داره نفس میکشه، که ازم رو چادر رو گردنش ایستادم یک دو دقیقه بی صدا. آره بعد بی صدا شد و گذاشتم شخص ماشین برده بشه. یکی شانزومی بود، خیلی هم محتاط، خیلی هم خراب بود. اتفاقا شوهرش از این زندانی ها هستش که حالا میگن که همون نفر برای شوهرش مواد میبوله داخل زندان، کاسبیشی بوده که فروش میده. باید هنگی گفتیم وقتی نفس آخر رو میکشتن خاطر جمع میشدید، از چی خاطرتون جمع میشد؟ خاطر جمع اونو که دیگه اکثر عمل نداره، مثلا که برگرده فران اینا. خب اگه برمیگرد چه اتفاق میاد؟ باز مجددن رو گردنش میستدن. خب دیگه بر نمیگردونش به پشت، دیگه به همین جور که رو صورت بر نمیگردون به پشت بود، رو گردنش وای میستدم که دیگه کاملا خاطر جمع. معذرت میخوام، من یه سوال دارم. شما یه جوری تعریف میکنی انگار مثلا مرغ و گوسفند رو از پشت نمیگم، چه فرقی شما بین این زن ها و مرغ و گوسفند اصلا اینا؟ هیچ برام اهمیتی نداشت که یک مثلا آدم یا مثلا چیزی، میگم که اگه حیوان بود بیشتر دلم بسوخت. تفاوت کتاب مصور باند سینه با اون چی میشه؟ یعنی چه جوری در واقع میشه ادپته کرد یک فیلم مستند رو به این شکل توی یک فرمت هنری دیگه، از هنر هشتم بریم به هنر نهم؟ ببین، ما در باند سینه یا همون در کتاب داستان مصور زمان مثل فیلم نداریم، مثل سینما نداریم. تماشاچی فیلم و سینما مینشینه جلوی پرده و داستان در خلال زمان براش روایت میشه، تدوین به کمک میاد، قطع و مونتاژ به کمک میاد تا این زمان رو دستکاری بکنه و یه چیز جدید خلق بشه برای بیننده. توی باند سینما ما اینا رو نداریم، ما فریم داریم، قاب داریم. توهم زمان و گذشته زمان رو با قاب ها، با توالی قاب ها باید ایجاد بکنیم. توهم تدوین رو باید با قاب ها ایجاد بکنیم. ریتم رو با قاب ها باید ایجاد بکنیم. همین تغییر زاویه هایی که ما زاویه دید داریم و بعد قاب ها رو داریم، با کمک این قاب ها هستش که ما میتونیم روی لحظه ای احساس مکس رو و تأمل رو ایجاد بکنیم با تکرار یک قاب. خب یا اینکه با تغییر سریع قاب دیگه میتونیم توهم ریتم تون رو ایجاد بکنیم، یا حتی با تغییر ابعاد قاب، چیزی که توی سینما خیلی سخت میشه بهش دست پیدا کرد، هرچند یه تجربه‌ای شده که یه قاب در قاب ایجاد بشه توی بعضی از فیلم‌ها، اما به طور کلی فیلم قاب ثابت داره دیگه. ولی در کمیک این نیست، میتونی که حتی ابعاد و اندازه قاب رو هم تغییر بدی و این در احساسی که مخاطب از ریتم، از روایت و غیره بهش دست میده تاثیر میگذاره.
فرق خواهد کرد. خب این تمام چیزهایی که دست یه کومیک آرتیست هست و میتونه از اون استفاده بکنه تا اون حسی رو که از داره یا خودش داره راجع به داستان، دیدی که از داستان داره یا در مورد من از فیلم گرفته، اون حس رو منتقل بکنه. بعد یک شبم که برگشتم جنازه 13 بود، می‌خواستم ببینم که مثل تعدادی از جنازه ها بعد از من کش شده نه، ساعت 11 شب که بود برگشتم توی محل، به همسرم گفت اینجا چیکار می‌کنیم، یک نفر یک ماشین داره می‌خواد معامله کنه. من گفت ساعت 11 شب بودم، فقط می‌خوام اینا ماشینش نفروخته اینا تو ماشین بدم. من رفتم دیدم نه، جنازه هنوز هستش. بعد صبح با ساعت 6 بالا سر جنازه بود. چرا برمیگشتیم بالا سر جنازه؟ می‌خواستم یک خدمت شما، اکثرا که تو جمع بودم برخورد مردم می‌خواستم چجوره. خیلی ها تحسین میکردن، حتی خود مامورین گفتن دستش درد نکنه، کسانی که مثلا این درد را از بین مغرم اینا واقعا حقش نه. همون باعث تشویق من میشد. براتون خیلی مهم بود خیلی که مردم در مورد خیلی فکر کنن؟ خیلی. و یکی هم که من سند دیگه نداشتم، جایی نمیتونستم مثلا عنوان کنم، هیچ کس به غیر از اون خبر نداشت. بعضی مواقع که خیلی فشار روی رو من بود، تو خانه که تنها بودم این مسائل یادداشت منوشتم، باز آتیش میزدم، فقط به خاطر که مثلا فکرم تخلیه کنم اینا. من فکر می‌کنم کلا آره ما مشکل داریم، ما خیلی تجربه گرایی تو این قضیه ها نداریم، خیلی ژانر تو سینما ایران ما خیلی ژانر نداشتیم. تازه یه سری ها دارن سعی میکنن که فیلم ترسناک شروع کنن ساختن، به خاطر محدودیت ها، به خاطر فقدان تجربه گرایی، ترس یا یه جور احتیاط یا نمیدونم به هر دلیلی. البته درباره ژانر پلیسی تو ادبیات و سینما من یه تئوری دارم، واقعا فیلم پلیسی به خاطر اینکه اصولا فیلم پلیسی یا کارگاهی از جنس مارپل، پوارو، نمیدونم شرلوک هامز، یه سیستم حقیقت‌یابیه توی جامعه نیاز داره. ما تو این زمینه نیازی نداشتیم، برای اینکه معمولا متهمو میگن اینقدر کتک میزنن که اعتراف میکنه دیگه، در نتیجه پرونده بست، کیس بسته میشه، نیازی نداره دیگه. کاراگاه معنی نداره، کسی قرار نیست، چیز قرار نیست کشف بشه. موقعی که حکم شنیدین چه احساسی داشتین؟ والا خودم زمان دستگیری، یعنی قبلا گفتم که امروز دستگیر فردا اعدام، و توجه ندارم، نه اصلا دادنامه رو باور کنید نخوندم، بچه ها دوستم رو خوندم، بعدم ردش کردم طرف خانوادم، گفتم ما که برام بندش نیستم، کار یکی دوتا نیستش که خواسته باشم التماس کنم یا مثلا چیز بکنم دیگه، حالا هر چی که بخن هر جو که مقامات. ولی خب دوست دارم که این مقداری توجه داشته باشم از نظر افکاری و از نظر مثلا بعضی مواقع هستش که بعضی مسائل تو دانشگاه عنوان میشه علت ها، بیشتر دلم خواهد که مسئله علت شده. مثلا به عنوان مثلا میخوام بگم، مثلا من میان در مرحله عام اعدام میکنم، من یک نفرم دیگه، شما نگاه کنید، یک استرخ ماهی، یک ماهی ازش کم کنید یا یک ماهی بهش اضافه کنید، یک استرخ تو 60 میلیون ماهی بشه فرقی نمیکنه، مسئله که آب استرخ مسموم نشه. بزرگترین مشکل برای ما اینه که ما کلا سنت کتاب مصور، گرافیک نوول و کومیک بوک نداریم در ایران، چیزی پشت سرمون نداریم، یعنی ما ناچاریم که کارمون رو یا بنا کنیم بر اساس اون چیزی که دیگران انجام دادن تو کشورهای دیگه یا بر اساس سینما، یا میدونیم باید خودمون کشف بکنیم، خودمون پیدا بکنیم، خودمون بسازیم. ما همچین چیزی در ایران اصلا خود کومیک بوک رو نداشتیم، جز یه سری ترجمه از کتاب تنتن که قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب تا مدت ها اصلا کلا ممنوع شد به لطف دوستان کانون پرورش فکری کودکان در اوایل انقلاب که قانون گذاری میکردن و این رو برای تخیل بچه ها مضر دونستن. کتاب کومیک رو که نظرم خیلی ایده خنده داره این حرف. ما گفتم قبلا هم عنوان کردیم، حالا اشاره که وصیت‌نامه هم که میمیسم چیز بشه، دوست دارم برای که ما خودم وجودم برای مملکت گذاشتم، اعضای بدنم بدون مثلا کلیامه برای افراد کلیوی که الان واقعا در عذاب هستن، اگه قرار من از این دنیا برم اعضای بدنم بدم به اون مریضایی که احتیاج دارن. خب نحوه مرگتون میخواید چجوری باشه؟ نحوه مرگم دوست دارم که فقط در اون مرحله که بیهوش باشم که به حساب اعضای بدنم در میان دیگه، بعدم که دیگه رفتم دیگه. اگه نه که مثلا اگه تناوب بشه مشکل ندارم، دو دقیقه خودم دیدم دیگه، جون ندارم دیدم دیگه. ببخشید که ارتباط ضعیف شد.